ده صبح تهران، 2:30 بامداد اینجا در واشنگتن. با من فریبا شیرازی همراه هستید با یک بخش خبری. سرخط خبرها. رابرت مالی تحت بازرسی FBI. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید پاسخ وزارت خارجه درباره وضعیت رابرت مالی غیر قابل قبول است. ابراهیم رئیسی راهی 3 کشور آفریقایی شد. رابطه با آفریقا همزمان با رابطه پرتنش با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی. سفر وزیر دفاع اسرائیل به باکو. آذربایجان در پی تنش با جمهوری اسلامی به اسرائیل نزدیک می‌شود. و ابراز نگرانی ناتو از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی. زلنسکی خواستار موضع شفافتر ناتو در مورد عضویت اوکراین شد. ایران اینترنشنال دریافته است که FBI در حال تحقیقات درباره رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است. آقای مالی به دلیل نحوه استفاده از اسناد طبقه بندی شده تحت بازرسی قرار گرفته. CBS نیز در گزارشی نوشته در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد FBI این مسئله را یک موضوع کیفری قلمداد کرده. تمرکز آقای مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر احیای توافق هسته‌ای و مذاکره بر سر آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران بود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته رابرت مالی در مرخصی است و معاونش مسئولیت‌های او را بر عهده دارد. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پیگیری کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره بازرسی از رابرت مالی گفته تحقیق در این مورد ادامه دارد. رئیس این کمیته پاسخ وزارت خارجه را مطلقاً غیر قابل قبول خوانده و برخی نمایندگان کنگره نیز در گفتگو با ایران اینترنشنال از عملکرد مالی انتقاد کردند. آرش علایی از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد. عدم شفافیت وزارت امور خارجه آمریکا در مورد سرنوشت پرونده رابرت مالی باعث بروز ابهامات زیادی در مطبوعات و اینجا در کنگره آمریکا شده است. صحبت هایی که در مطبوعات می شود در مورد اینکه FBI در حال تحقیق از آقای مالی است به خاطر مدیریت مدارک محرمانه و اینجا در کنگره آمریکا هم بیشتر سناتورها اطلاع نداشتند در مورد سرنوشت رابرت مالی یا اینکه چه اتفاقی افتاده است. اما سناتور ریک سکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه اطلاع داشت و گفت سفری داشته است به منطقه در همین چند هفته گذشته و ابراز نگرانی کرد در مورد پرونده رابرت مالی. به بخش های از صحبت های من با سناتور ریک سکات گوش بدید. من به تازگی در خاورمیانه بودم. تنها چیزی که شنیدم در مورد دردسرهای ایران بود. این خیلی نگران کننده است که رابرت مالی چه کارهایی انجام داده. آخرین چیزی که من شنیدم این بود که اونها داشتن در مورد قرارداد هسته‌ای جدید با ایران مذاکره می‌کردن که حالا FBI شروع به تحقیقات از رابرت مالی کرده. از سناتور دیگر جمهوری‌خواه جاش هالی پرسیدم در مورد مقاله تهران تایمز در مورد رابرت مالی، پرسیدم چگونه است که تهران تایمز به نظر میاد اطلاعات به این دقیقی و جزئیات دارد در مورد اینکه چه زمانی وزارت خارجه به آقای مالی گفته است برو خونه و فعلا ایشون رو گذاشتن با در مرخصی با حقوق. و وقتی راجع به جزئیاتش صحبت می‌کردیم سناتور جاش هالی به شدت ابراز تعجب کرد و در پاسخ به من چنین گفت: این بازتابی از سیاست خارجی دولت بایدن نسبت به ایرانه که به هیچ عنوان قابل درک نیست. از روز اولی که این دولت سر کار اومده سیاستهاش نسبت به ایران داره بدتر و بدتر میشه و معلوم هم نیست که به کجا ختم میشه. این خیلی توهین‌آمیزه که دولت بایدن به کنگره و مردم اطلاعات دقیقی در مورد این مسئله نمیده. اما داریم میبینیم که تهران تایمز، رسانه دولتی رژیم ایران، امروز یک مقاله با ریزترین جزئیات راجع به مرخصی رابرت مالی و شرایط پیش اومده منتشر کرده. این یک افتضاح بزرگه. بلینکن باید پاسخگو باشه. طبق تجربه من برای اون هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هیچ کس او رو مورد سوال قرار نخواهد داد. چون اونا در مورد هیچ چیزی به ما و کنگره اطلاعاتی نمیدن. اونا هیچ وقت صادق نبودن. این یک الگوی رفتاری برای دولت بایدنه. ما در مورد افغانستان، عراق، ایران و چین هم همین تجربه رو داشتیم. من سعی کردم با سناتورهای دموکراتی هم در این زمینه صحبت کنم، از جمله سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا. ایشون به من گفتن که نگران اتهاماتی هستند که زده شده است به رابرت مالی
ولی با سناتورهای دموکرات دیگری که سعی کردم در این زمینه صحبت کنم ابراز بی‌اطلاعی می‌کردن. بعضیاشون میگفتن که این مسائل محرمانه است و طبقه بندی شده است و اجازه ندارن در موردش اظهار نظر بکنند. اما چیزی که واضح هست این است که عدم شفافیت وزارت امور خارجه آمریکا در مورد پرونده رابرت مالی باعث بروز ابهامات زیادی اینجا در کنگره آمریکا شده است. آرش علایی، ساختمان مطبوعاتی گالری سنا. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای گوهرزاد. به ما بفرمایید که ورود FBI به پرونده بازرسی از رابرت مالی چه اهمیتی داره؟ درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید FBI زمانی وارد یک کار میشه که یک جرم پیش آمده باشه و تحقیق برای جرمه. یعنی در واقع شما FBI رو میبینید که وارد میشه تا تحقیق بکنه آیا جرمی اتفاق افتاده. همواره هم این کاری که FBI میکنه به سبب اینکه یکی از زیر مجموعه های وزارت دادگستری است، یعنی دادستان کل آمریکا که در حکم وزیر دادگستری آمریکا هست، از این مسئله آگاهی داره و در پی این مسئله هست. ولی تا اینجا نشون میده که هنوز تحقیق FBI در مرحله ای نیست که بخواهد خلاصه ای از اون رو در اختیار مطبوعات و یا در اختیار سنا و کنگره قرار بده. نمایندگان کنگره آمریکا از عملکرد مالی انتقاد کردند و توضیحات وزارت خارجه را درباره او ناکافی دونستند. فشار این نمایندگان بر دولت بایدن و وزارت خارجه را چگونه می‌بینید؟ ببینید همکنون سنا و در دست دموکرات‌هاست با اندکی بیشتر، یعنی در نهایت یک سناتور بیشتر دارند. ولی خانه نمایندگان 5 نماینده جمهوری خواهان بیشتر دارند، به این ترتیب اونجا در دست جمهوری خواهان. ولی کمیسیون هایی که ما میشنویم در از وزارت خارجه درخواست کردن که توضیح بیشتر بده، مثل آقای مک‌کال و دیگران، اینها در خانه نمایندگان هستن و از میان جمهوری خواهان هستن. من در گزارش دوست گرامی از مسئله سناتورها هم شنیدم. سناتورها در این دوره هنوز نقش اون اساسی رو ندارن که بتونن این مسئله رو زیر پرسش ببرن. میتونن درخواست کنن که وزارت خارجه توضیح بیشتر بده و یا اون توضیح رو بپذیرن یا نه. ولی اون جایی که همکنون مورد اهمیت مسئله خانه نمایندگانه که کمیسیون درخواست کرده که اینها بیان و توضیح بیشتری بدن که رابرت مالی، همونگونه که همه ما دیگه همکنون میبینیم و در خبرها هم هست، از آغاز امسال در اصل نبوده در گفتگوها و مشاور ارشد آقای بایدن در امور خاورمیانه حتی در 8 ماه می با سلطان عمان دیدار کرده در مورد مسئله ایران. و این همون زمانهایی است که آقای جک سولیوان هم سفر میکنه به اسرائیل و اونجاست که اختلافهای جک سولیوان که نقش اساسی در شورای امنیت ملی آمریکا داره و رابرت مالی که نماینده ویژه آقای بایدن در امور ایران تلقی میشه، این اختلاف بیشتر و بیشتر دیده میشه، به ویژه در مطبوعات که بازگرداندن معاون و یا دستیار آقای رابرت مالی رو از گفتگوها در سپتامبر گذشته شاهدش بودیم. آیا میتوان انتظار داشت که موضوع بازرسی از آقای رابرت مالی تبدیل به یک رسوایی برای حزب دموکرات تبدیل بشه و دولت آقای بایدن؟ نه، در حال حاضر این نخواهد شد، برای اینکه نخست اینکه حزب جمهوری خواه خودش در این روزها گرفتار اون چیزی است که مسئله امنیتی آقای ترامپ هست. و اگر مسئله امکنون این استش که خیلی راحت و روشن بگم، اگر مسئله این است که شماری از اطلاعاتی که محرمانه هست آقای رابرت مالی در اختیار آقای ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در حین گفتگو و بر اساس سهل‌انگاری و ساده‌انگاری نگاه کرده، فکر کرده که مثلا میتونه به اونا بگه اگه این کار رو نکنین، اگه این افراد رو آزاد نکنین، این خواهد شد، چه خواهد شد. همه اینها میتواند مورد پرسش باشه از نظر جمهوری خواهان. ولی خود جمهوری خواهان همکنون چون به مسئله آقای ترامپ که پرونده های بزرگتری هست مشغول هستن، هیچ کاری در شرایط امروز نمی کنن مگر اینکه به انتخابات خودشون نزدیکتر بشن. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ما همراه بودید، سپاسگزارم از شما.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک ضرب العجله دو ماهه برای دولت عراق در مورد برخورد با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در شمال عراق تعیین کرد. محمد باقری گفته اگر دولت عراق تا شهریور ماه به تعهدات خود در مورد این گروه‌ها عمل نکند و آنها مسلح باقی بمانند و یا عملیاتی انجام دهند، عملیات علیه این گروه‌ها با شدت بیشتر تکرار خواهد شد. اشاره این مقام نظامی جمهوری اسلامی به تحرکات احزاب سیاسی کرد ایرانی است که در جریان خیزش انقلابی با کنار گذاشتن اسلحه خود به اعتراضات مدنی در مناطق کردنشین پیوستند. دولت عراق همواره به این حملات معترض بوده و آن را نقض حاکمیت ملی خود می‌خواند. دفتر نخست وزیر عراق و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اسفند سال گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که دو کشور توافقی را با هدف تامین امنیت مرزی امضا کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مرزهای جنوب شرقی ایران در سیستان و بلوچستان هم اشاره کرد و گفت در ماه‌های اخیر شاهد تحرکاتی از سوی تروریست‌ها در این مناطق بودیم. اشاره این فرمانده ارشد نظامی در شرق کشور به تداوم اعتراضاتی است که پس از تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر بلوچ در این استان آغاز شد و سپس با پیوستن اعتراضات این استان به اعتراضات جنبش مهسا مداومترین اعتراضات در ایران را رقم زد. سرلشکر باقری تایید کرده که نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور فرماندهی و مسئولیت میدانی را بر عهده دارد، اما در این حال تاکید کرد در مواردی شاهد ناامنی در این منطقه هستیم. محمد باقری گفته نیروی زمینی سپاه در کنار مرزبانی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی برای مقابله با شرارت‌ها در امتداد مرزهای افغانستان مستقر و در حال فعالیت است. به موازات اعتراضات مدنی در این استان، برخی از گروه‌ها همچون گروه جیش العدل با حمله به برخی از پایگاه‌های انتظامی و ارتش به شدت به فعالیت‌های خود در این منطقه افزودند. علاوه بر آن، برخی از علمای اهل تسنن نیز اعلام کردند به مقابله با تهدیدات حکومت برخواهند خواست. شریف ایران، غیور مردان بلوچستان، امروز می‌خوام که اندکی بی پرده با شما حرف بزنم. عزیزانم، 44 سال هست که ما شما رو به فردایی بهتر امیدوار کردیم. 44 سال هست که شما رو به پای صندوق های رأی دعوت کردیم. 44 ساله که به شما گفتیم تابع قوانین و مقررات این کشور باشید. 44 ساله که شما رو دعوت کردیم که خواسته هایتون رو، مطالباتتون رو از مسیر قانونی پیگیری بکنید. به تعبیر دیگر 44 ساله که شما رو به یک سراب دست نیافتنی دعوت کردیم. 44 ساله که به شما آدرس غلط دادیم، اما دیگه بسه، دیگه کافیه. ما از طریق این قانون به حق و حقوقمون هرگز نمی رسیم، چرا که این نظام فاسد اصلاح ناپذیره. این آخوندهای فاسد اصلاح ناپذیرند. آخوندی که زبان او زبان زور و تجاوز هست، آخوندی که زبانش تیر و رگبار هست، آخوندی که زبانش شکنجه و اعدام هست، اون آخوند هرگز زبان مطالبه رو متوجه نمیشه. پس من امروز عزیزان به شما میگویم که مسیر مطالبات مسیری است که ما هرگز از این نظام فاسد به حق و حقوقمون نمی رسیم. از امروز به بعد ما به سرورانمون اعلام می کنیم که مسیر ما مسیر مبارزه هست، نه مطالبه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران می گوید کارمندان ایرانی استارلینگ و ناسا با پول مردم درس خواندند، اما به دشمن خدمت می کنند. امیرعلی حاجی‌زاده روز سه‌شنبه ایرانیان شاغل در پروژه استارلینگ و ناسا را به نداشتن هدف متهم کرد و گفت آنها دوست و دشمن را تشخیص ندادند. حاجی‌زاده اوایل ماه جاری نیز با اشاره به مهاجرت گسترده نخبگان و متخصصات ایرانی گفته بود افرادی که به مدارج عالی می رسند باید برای خدمت در ایران بمانند.
اما ابراهیم رئیسی صبح امروز عازم آفریقا شد. رئیسی در اولین مقصد از این سفر سه روزه ساعتی پیش وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. ابراهیم رئیسی قرار است طی دو روز آینده به اوگاندا و زیمبابوه سفر کند. سفر رئیسی به آفریقا در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی روابط پرتنشی با برخی همسایگان از جمله آذربایجان و افغانستان دارد و روابط با اروپا نیز در یکی از نازل‌ترین سطوح خود است. رئیس جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد و پیش از عزیمت به سه کشور آفریقایی سهم ایران از اقتصاد و تجارت در این قاره را بسیار پایین دانست. در اقتصاد آفریقا وقتی شما نگاه میکنید ببینید که امروز 1200 میلیارد دلار اقتصاد آفریقاست و ما سهممون 1,200,000,000 دلار بیشتر نیست. این چه میزان نسبت به این سهمی که امروز باید در اقتصاد آفریقا جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ در حوزه کشت سرزمینی و کار کشاورزی و مواد پروتئینی در آفریقا زمینه‌های بسیار خوبی هست برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران. زمینه علم و فناوری در کشورهای آفریقایی به ویژه این سه کشوری که امروز مقصد ماست کار بسیار خوبی میشه و همکاری که جمهوری اسلامی با این کشورها بتونه داشته باشه و دفاتر علم و فناوری جمهوری اسلامی در این کشورها فعال بشه. برای گفتگوی بیشتر درباره سفر رئیسی به آفریقا همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ما همراه هستند. مرتضی صبحت بخیر. سفر رئیسی به سه کشور آفریقایی چه معنا و نتایج احتمالی برای ایران داره؟ خب برای اینکه صحبت کنیم از وضعیت این سفر و نتایج احتمالیش بعد نیست یک اشاره بکنیم به وضعیت اقتصادی این سه کشور. به طور مشخص از زیمبابوه من شروع کنم. در شاخص فلاکت در جهان که یک شاخصی حاصل جمع تورم و بیکاری، زیمبابوه در صدر کشورهای داره فلاکت قرار گرفته. یعنی ایران جزء 20 کشوری است که در این شاخص فلاکت در گروه 20 کشوره و زیمبابوه در مقام اول قرار داره. یک کشوری که تورم 600% در اون گزارش شده، بیش از 90% جمعیت این کشور بیکار هستند، حدود 70% این جمعیت زیر خط فقرن و یک وضعیت بحرانی اقتصادی داره که حالا رئیسی راهی قرار یک چنین کشوری بشه. و من اشاره کنم به وضعیت اقتصاد در زیمبابوه به قدری بحرانی بوده در این سالها که به عنوان نمونه اسکناس 50 میلیاردی این کشور ارزشش حدود 2 دلار بود در یک مقطعی، یا با حدود اسکناس 100 تریلیون دلاری یعنی 1 و جلوش 14 تا 0 نمیشد حتی یک قرص نان خرید. یک چنین کشوری که شاید مهمترین شاخصش یا این وضعیت اقتصادیش یادگار دیکتاتوری 37 ساله موگابه است، حالا یکی از مقاصد سفر رئیسیه. یا به عنوان نمونه قرار ابراهیم رئیسی به کنیا سفر کنه که یک کشوری است که درگیر مسئله فساد پولشویی است، مسئله کسری بودجه وحشتناکی در اون وجود داره، نرخ بیکاری 40% در این کشور وجود داره. یا قرار امروز البته رفته به اوگاندا، یک کشوری که مثل البته زیمبابوه محصور در خشکی هستش و اونجا هم مشکلات اقتصادی عجیب و غریبی درگیر این کشور هست و شاید تنها چیزی که ارتباط بین ایران و اوگاندا رو معنیدار کرده همینه که جامعه المصطفى العالمیه یکی از نهادهای حوزوی تبلیغاتی زیر نظر خامنه‌ای اونجا هم مقر داره، با اونجا هم ارتباط داره. به این معنا میخوام بگم ابراهیم رئیسی یا دولت رئیسی یا فراتر جمهوری اسلامی همزمان با ادامه بحران در روابطش با کشورهای توسعه یافته، به نوعی ادامه قهر و منازعش با آمریکا، ادامه تنشش با اروپا در حالی که در همچنان فهرست سیاه FATF قرار داره، یا تحریم‌های سنگین متوجه اقتصاد کشور، داره چنگ میزنه به این کشورهای آفریقایی بلکه بتونه بخش کوچکی از این مشکلات طبیعتاً اقتصادی و بحرانی رو که کشور داره شاید بتونه رفع کنه. یک سفر چند روزه برای رئیسی که در شرایط کشور درگیر این همه مشکلات اقتصادی است هیچ آورده‌ای برای اقتصاد و مردم ایران طبیعتاً نخواهد داشت. دقیقاً پرسش همینجاست. با توصیفی که شما کردید و شاخص‌های فلاکتی که از این کشورها به هر حال ارائه دادید، انجام این سفرها اساساً چه دلیل و توجیهی داره؟
در نگاه اول شاید فکر کنیم که وجه ایدئولوژیک داره، اما فراموش نکنیم که هر سه این کشورها کشورهایی هستند که اکثریت مردم اونها بیش از 85% مسیحی هستند و نرخ مسلمانان کمتر از 15% یا در موردی مثل همین اوگاندا اساسا جمعیت مسلمانی وجود نداره. به این معنا حتی وجه ایدئولوژیک خیلی برای جمهوری اسلامی نداره، اما اون توهمات رئیسی یا وجه تبلیغاتی و البته رو رفتاری که همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته در رابطه با آفریقا به ویژه بعد از انقلاب 57 این رویکرد رو ایجاد کرده. البته من همزمان اشاره کنم ممکنه مناسبات یا چشم‌اندازهای امنیتی نظامی هم در میان باشه که ما از اون بی‌خبریم، ولی در نهایت گره می‌خوره این سفر فقط یک وجه تبلیغاتی داره، مثل سفرهای احمدی نژاد، با این تفاوت که احمدی نژاد مستثمر بود به ویژه در دولت اولش به درآمد نجومی و بادآورده نفت و دولت رئیسی حتی درآمد نفتی هم نداره و فقط این سفر هزینه تحمیل میکنه به اقتصاد و مردم ایران. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن بسیار سپاسگزارم از تو. پرونده حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران پس از صدور حکم 45 سال و 6 ماه حبس در دادگاه انقلاب اصفهان به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده. حشمت الله تبرزدی پیشتر اعلام کرده بود که دادگاه انقلاب را صالح نمی‌داند و از طریق نهادهای بین‌المللی علیه دادستانی کل اصفهان، دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات شکایت خواهد کرد. تبرزدی در خیزش مهسا در منزل مادریش واقع در گلپایگان بازداشت و در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان است. فخری محتشمی پور، فعال سیاسی و همسر مصطفی تاجزاده، روز سه‌شنبه تصاویری از خودروی آسیب دیده خود منتشر کرده که در مقابل درب زندان اوین مورد حمله قرار گرفته. او در اینستاگرامش نوشته زمانی که از ملاقات همسرش برگشته شیشه های اتومبیلش شکسته، در حالی که اتومبیلش در مقابل کیوسک نگهبانی و دوربین های مداربسته پارک شده بوده. او با هشتگ نقد به رهبر تابان دارد نوشته آیا آسیب قرار است فقط به خودرو برسد یا صاحب آن که به بازداشت غیرقانونی همسرش معترض است نیز مسئولیت ندارد. مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی است که به دلیل حمایت از بیانیه میرحسین موسوی مبنی بر برگزاری همه پرسی برای گذار راهی زندان شده. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که فرزندان عباس دریس خواستار لغو حکم اعدام پدرشان هستند. فرزند عباس دریس می‌گوید مادرش از شنیدن خبر حکم اعدام پدرش سکته کرده و فوت شده. عباس دریس از کارگران معترض آبان 98 است که به اتهام محاربه بازداشت و به اعدام محکوم شده. علی دریس هستم، فرزند عباس دریس. از همه مسئولان و کسانی که میتونن به ما کمک کنن خواهش میکنم جون پدرمون را به ما ببخشن. ما مادرمون را بر اثر حکم که به پدرمون دادن سکته کرد، فوت شد. ما جز پدرمون را کسی را نداریم، از تمام دنیا تقاضا داریم در آزادی پدرمون را به ما کمک. ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده درگیری فیزیکی نیروهای حراست با مسئولین دانشگاه امیرکبیر به دلیل حجاب خانم هاست. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری عامل قتل دختر 19 ساله‌ای در جنوب تهران خبر داده. به گفته محمد گودرزی در پی اعلام خبر مرگ مشکوک دختری جوان و پس از تحقیقات پلیس مشخص شد پدر این دختر قاتل است. گودرزی افزوده این فرد که از اتباع کشورهای همسایه است پس از آگاهی از رابطه دخترش با پسری جوان او را با ضربات به سر خفه و به قتل رساند. علی اکبر رائفی پور، تئوریسین نزدیک به حکومت و رئیس مؤسسه مساف، در اولین اظهاراتش پس از جلوگیری عربستان سعودی از بازگشت او به تهران در فایلی صوتی مدعی شده تمام قوانین عربستان را رعایت کرده و این مسئله که هر ایرانی که وارد این کشور می شود تن و بدنش بلرزد باید برای همیشه حل شود.
روز گذشته مسئول دفتر رائع فیپور در واکنش به گمان زنی ها مبنی بر تقلبی بودن اوراق هویتی او ادعا کرده بود پاسپورت و ویزای علی اکبر رائع فیپور با همین نام و به صورت عادی بوده است. اما ده‌ها هزار تن از مردم اسرائیل برای چندمین بار در هفته‌های گذشته در اعتراض به لایحه اصلاحات قضایی دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو در تل آویو تجمع کردند. این تظاهرات یک روز پس از تصویب اولیه این لایحه در پارلمان اسرائیل صورت می‌گیرد. هدف این لایحه محدود کردن قدرت دیوان عالی اسرائیل و افزایش اختیارات قانونی دولت این کشور است. در جریان این اعتراض‌ها شماری از معترضان بازداشت شدند. تلاش دولت نتانیاهو برای اصلاحات قضایی منجر به بحران سیاسی و اعتراض‌های گسترده در اسرائیل شده و نگرانی‌های بسیاری را درباره ضعیف شدن نهادهای دموکراتیک در این کشور به وجود آورده است. وزیر دفاع اسرائیل امروز راهی جمهوری آذربایجان می شود. یوآف گالانت در این سفر با رئیس جمهوری، وزیر دفاع و شماری دیگر از مقام‌های باکو دیدار می کند. این دیدار دو روز پس از اعلام خبر خونسا شدن طرح توطئه حمله به سفارت اسرائیل در باکو انجام می شود. سفر وزیر دفاع اسرائیل به باکو در حالی است که جمهوری آذربایجان همزمان با تنش با جمهوری اسلامی به اسرائیل نزدیک می شود. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، از جزئیات این خبر و در کل اهمیت روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان بیشتر به ما بگو. خب این خبر رو وزارت دفاع اسرائیل امروز صبح حدود به 2 ساعت 3 ساعت پیش بود که منتشر کرد و گفت که یوآف گالانت امشب به باکو میره، در اونجا هم با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیدار میکنه، هم با همتای آذربایجانی خودش و هم با شمار دیگری از مقامات عمدتاً امنیتی در جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد. گفته شده در اون بیانیه کوتاه که هدف از این سفر تعمیق روابط دیپلماتیک و استراتژیک دو کشور و همچنین بهبود روابط در زمینه‌های نظامی و تکنولوژیکی خواهد بود. این سفر همونطوری که گفتید دو روز بعد از خبر در واقع خونسا شدن توطئه حمله به سفارت اسرائیل در باکو داره انجام میشه و از طرف دیگه چند هفته‌ای پس از سفر رئیس جمهور اسرائیل به آذربایجان داره انجام میشه. باید گفت که روابط برای دو کشور از همون زمانی که آذربایجان در واقع مستقل شد از اتحاد جماهیر شوروی اهمیت بالایی داشته برای هر کدومشون به دلایلی در زمانهای مختلف. خب جمهوری آذربایجان از طرفی در واقع بزرگترین خریدار اسلحه از اسرائیل هست و اسرائیل بیشترین اسلحه جمهوری آذربایجان رو هم تامین میکنه. در مجامع بین المللی هم اسرائیل عمدتاً در واقع از جمهوری آذربایجان حمایت کرده، اما از اون طرف برای اسرائیل جمهوری آذربایجان از چند جهت در تمام این سالها اهمیت داشته. یکی از اونها خب این بوده که جمهوری آذربایجان تنها کشور عمدتاً شیعه بود تا پیش از بحرین که اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود و با اون در واقع رابطه دیپلماتیک داشت، البته بعد از انقلاب اسلامی در ایران. مورد دوم موضوع انرژی بوده در طول این سالها که به هر حال آذربایجان به عنوان یک کشور نفتخیز بخشی از انرژی اسرائیل رو هم تامین می‌کرده. و نهایتاً موضوعی که در سالهای گذشته بیشتر شاید مهم هم شده، موضوع همسایگی جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران هست، موضوعی که اسرائیل روی اون حساب میکنه. این نزدیکی جمهوری آذربایجان به ایران و در واقع استفاده هایی که شاید اسرائیل بتونه در واقع از خاک جمهوری آذربایجان بکنه برای موارد مختلف امنیتی بریجه. ممنونم از توضیحات اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفای اسرائیل با ما. ناتو همزمان با نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو خود در لیتوانی با انتشار بیانیه از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در خاک کشورهای عضو این پیمان ابراز نگرانی عمیق کرده. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا حمایت نظامی از روسیه و ارسال پهپاد به این کشور را متوقف کند. سران ناتو در این بیانیه همچنین تاکید کردند که تهران هرگز نباید به تولید سلاح هسته‌ای روی آورد. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواست
خواسته شده تا به اقدامات بی‌ثبات کننده خود از جمله توقیف کشتی‌ها پایان دهد. در بیانیه ناتو بر همبستگی با دولت و مردم اوکراین نیز تاکید شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم خواستار دریافت پیامی روشن از سوی ناتو درباره زمان و چگونگی پیوستن کشورش به پیمان آتلانتیک شمالی شده. بردیا افشین از پایتخت لیتوانی محل برگزاری این نشست گزارش می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی در روزی که خودش رو به لیتوانی رسوند در ویلیناس در پایتخت روبروی شهروندان این شهر قرار گرفت، روبروی چندین هزار شهروند پرشور، و اونجا گفتش که اوکراین با ناتو امن تره و ناتو با اوکراین قوی تر. اما در همین روز اول نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی روشن بود که همه اعضای این پیمان شهروندان و دولتی ندارند که خواستار پیوستن سریع اوکراین به پیمان ناتو باشند. بر همین در پایان روز اول در همایش شام در این ضیافت، ولادیمیر زلنسکی در کنار سران ناتو، رهبران متحدان ناتو، مطمئنا خوشحال ترین فرد نبود. او در همین روز بیانیه‌ای رو مرور کرد که سران ناتو اون رو منتشر کردن و درش حرفایی منتشر نشده بود که دلخواه او باشه. نه صحبت از عضویت اوکراین در ناتو بود و نه حتی از دعوت کردن از اوکراین برای عضویت. البته ولادیمیر زلنسکی قبل از اینکه پاش رو به ویلیناس اینجا بگذاره در توییترش نوشته بود این جور رفتار ناتو که درش نه قطعیتی وجود داره نه روشنی که چگونه و کی اوکراین میتونه به ناتو بپیونده، این رفتار یک بی احترامی است به اوکراین و در این حال رفتاری است بی معنی. اما از سوی دیگه ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از اون چیزی که در بیانیه گنجوندند دفاع کرد و گفتش که این بیانیه متفاوت است از حرفایی که پیشتر شنیده شده بود. البته میدونیم که ولادیمیر زلنسکی گفته بود که ناتو باید فراتر از حرف بره و خب ینس استولتنبرگ تاکید کرده که اون چیزی که در این بیانیه اومده فراتر از حرف، اقدامی است عملی برای اینکه اوکراین به عضویت ناتو در بیاد. در بیانیه اومده که اعضای ناتو حمایت خواهند کرد از اوکراین تا هر زمانی که ممکنه در مقابل تجاوز روسیه، و در این بیانیه آوردند که آینده اوکراین در ناتو است. اما ینس استولتنبرگ تاکیدش بر یک بسته حمایتی است، بسته ای که در اون یک برنامه جامع کمک رسانی چند ساله به اوکراین گنجونده شده، درش تأسیس یک شورای راهبردی بین اوکراین و ناتو گنجونده شده، و از همه مهمتر حذف یکی از قدم‌های پیوستن یک کشور به ناتو و اون برنامه اقدامی که میتونه چندین سال طول بکشه و ناتو یک کشور رو برای چندین سال زیر نظر داشته باشه تا ببینه که آیا اونها میتونن شرایط پیوستن رو احراز کنن. اما از همه این بگذاریم، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو تاکیدش بر این بود که عضویت اوکراین در ناتو در یک صورت رقم میخوره و اون پایان یافتن حمله نظامی روسیه به اوکراین. برای همین از اعضای پیمان ناتو خواست که کمک کنند تا این جنگ به پایان برسه، البته نه به نفع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ارتشش. پلیس سوئد اعلام کرده مجوز سوزاندن یک متن مذهبی در یک تظاهرات اعتراضی برای روز چهارشنبه را صادر کرده است. کمتر از دو هفته پیش سوزاندن قرآن توسط یک مهاجر عراقی در سوئد واکنش تند برخی از کشورهای مسلمان از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه را در پی داشت. مهران عباسیان گزارش می‌دهد. کمتر از یک ماه گذشته فردی عراقی در مقابل یکی از مساجد شهر استکهلم اقدام به آتش زدن قرآن کرد و این قرآن سوزی واکنش تند کشورهای مسلمان علل خصوص در خاورمیانه رو به دنبال داشت. کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه واکنش تندی نسبت به سوئد داشتند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سفیر جدیدش رو به سوئد نمیفرسته به این دلیل که اعتراض کنه به سوزوندن قرآن در
کشور سوئد. خب در خیلی از کشورهای مانند عراق و پاکستان مردم معترض اقدام به سوزوندن پرچم سوئد در واکنش به قرآن سوزی داشتن. باید بگم که بعد از قرآن سوزی فرد عراقی در شهر استکهلم و تمام این واکنش ها، باز هم 3 نفر در پلیس ثبت نام کردن برای اینکه مجوز بگیرن، برای اینکه بتونن کتاب های مقدس ادیان مختلف رو به آتش بکشن در نقاط مختلف شهر استکهلم. 2 نفر برای قرآن ثبت نام کردن و 1 نفر برای تورات، اما تا روز گذشته پلیس سوئد مجوزی صادر نکرده بود. روز گذشته پلیس استان اسکونه و شهر هلسینبوری در جنوب سوئد این اعلام رو کرد که به 1 فرد اجازه داده که در شهر هلسینبوری یکی از کتاب‌های مقدس رو به آتش بکشه. فرد که این مجوز رو گرفته اعلام کرده من 3 کتاب مقدس همراه خودم دارم، قرآن، انجیل و تورات، و فعلا نمیدونم قراره کدومشون رو آتش بزنم. اما رسانه‌های سوئدی اعلام کردن اقدام این فرد برای خلل ایجاد کردن در پیوستن سوئد به ناتو، و این گونه است که حس و گمان‌ها رو به این میره که این فرد قرار فردا در هلسینبوری برگ‌هایی از قرآن رو در واقع آتش بزنه. خب ژانویه گذشته راسموس پالودان دانمارکی سوئدی که از اینجا در شهر کوپنهاگ شروع به قرآن سوزی از سال 2019 کرده و بارها این عمل رو در شهرهای مختلف سوئد انجام داده، ژانویه گذشته مقابل سفارت ترکیه در شهر استکهلم قرآن رو آتیش زد و بعد از اون واکنش تند رئیس جمهور ترکیه رو به همراه داشت. اردوغان اعلام کرد با این اقدام سوئد و این اهانت سوئد به مسلمان‌ها هیچ گونه مذاکره‌ای برای پیوستن سوئد به ناتو انجام نخواهد داد. ولی حالا از خبرهایی که در جلسه ناتو اومده و قراری که بین نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، نخست وزیر سوئد و رئیس جمهور ترکیه گذاشته شده و ترکیه چراغ سبز نشون داد به سوئد که میتونه به ناتو بپیونده، رسانه‌های سوئد این گمانه زنی رو میکنن که این اقدام این فرد در شهر هلسینبوری برای اینه که خلل ایجاد کنه و سوئد نتونه به ناتو بپیونده. حالا باید منتظر موند که این فرد آیا کدام از این 3 کتاب مقدس رو فردا در شهر هلسینبوری آتش میزنه. باید بگم که بعد از آتش زدن قرآن که توسط فرد عراقی بود کمتر از 1 ماه گذشته، وزیر دادگستری سوئد اعلام کرد که در پی این قوانین سوئد رو عوض کنه در این رابطه و باید این یک جرم تلقی بشه در سوئد و کسی نتونه در واقع کتاب مقدس ادیان مختلف رو در مکانهای مختلف با آتش بکشه. اما خب این راه طولانی در پی داره و باید این طرح دولت به پارلمان بره و در پارلمان تصویب بشه که آیا همچنان این آزادی به افراد مختلف داده میشه که این گونه اعتراض خودشونو به ادیان مختلف نشون بدن، یا اینکه قرآن سوزی یا هر کتاب دینی دیگه، هر کتاب مقدس ادیان های دیگه در سوئد جرم تلقی خواهد شد در آینده. مهران عباسیان، کوپنهاگ. با حکم 1 قاضی فدرال در آمریکا، شرکت مایکروسافت می تواند قرارداد رکوردشکن 69 میلیون دلاری خود را با شرکت اکتیویژن بلیزارد تولید کننده بازی های ویدیویی منعقد کند. این حکم 1 پیروزی بزرگ برای شرکت مایکروسافت و عقب‌گرد برای دولت بایدن است که با استناد به قانون ضد اعتماد عقد این قرارداد را آسیبی جدی برای بازار رقابت می داند. موضوع بسته شدن این قرارداد جنجال بسیاری در کشورهای مختلف به راه انداخت، در حالی که برخی کشورهای اتحادیه اروپا انجام این معامله را تایید کردند، اما در بریتانیا و کانادا همچنان دعوای حقوقی میان قانونگذاران و شرکت مایکروسافت بر سر عقد این قرارداد در جریان است. اما سالها سانسور ادبیات و فرهنگ در ایران موجب شکل‌گیری و رشد ناشران ایرانی در خارج از کشور شده که در تلاشند با وجود تمام مشکلات با سانسور مبارزه و نشر کتاب را تبدیل به مقاومت فرهنگی کنند. نشر القصه در آمریکا چند سالی است که بدور از ممیزی‌های حکومت اسلامی آغاز به کار کرده. ناشران القصه می‌گویند به دنبال تیراژ و فروش بالا نیستند، بلکه می‌خواهند مخاطبان حرفه‌ای ادبیات را جذب کنند. نیلوفر منصوری در لس آنجلس با پایه‌گذاران القصه گفتگو کرد. نشر القصه در واقع قرار بود توی ایران متولد بشه که مجوز نگرفت.
اینجا سال 2020 بود که اولین کتابو چاپ کردیم. اسمش که به نظر میاد عربیه ولی واقعا کلمه دیگه فارسی شده، به خاطر اینکه القصه این باری خلاصه و قصه ادامه پیدا میکنه. آرم القصه سکه قدیمیه، دوست داشتن یه چیزی ما رو به قبل ارتباط بده. دوست دارم این سکه های ساسانی داره هخامنشی ما رو اون دوران رو، خیلی زیباست این سکه ها. دوست داشتم که شبیه آرم مثلا کتاب های جیبی، شبیه امیر کبیر، یه چیزی توی مایه هاست، این یه جور گذشته‌گرایی درش هست. در مورد گرافیکش بگم که سعی کردیم خیلی مینیمال باشه، خیلی ساده باشه و جلدا یونیفرم اکثرا مشکیه. یه شعار اصلی داریم توی این نشر، اونم اینه که نویسنده صاحب کتابه، نویسنده صاحب اثره. ما یه مسیر دیگه ای رو داریم میریم. این ناشر قرار نیست از این کتاب ها پول در بیاره، هر درآمدی هست مال نویسنده است. با چند تا دوستانم صحبت کردم، به عنوان نمونه بروج آکری، نویسنده کرد ماست، خیلی نویسنده خوبیه، خسرو دوامی و بهرام مرادی و چند تا دیگه از دوستان صحبت کردم و قرار بر این شد که کتاب خوبی، اگر این داستان خوبی، رمان خوبی برخورد کردیم، بهش با هم معرفی کنیم و بریم به سمت اینکه کمک کنیم به اون نویسنده خاص که کتابش رو بتونه در بیاره و همچنان صاحب کتاب خودش باشه. هدفمونه شاید سالی یک کتاب چاپ کنیم، شاید دو سال طول بکشه تا یک کتاب خوب دستمون برسه، ولی اون یک کتاب باید حتما کتاب خوبی باشه. کتاب باید در واقع بدون سانسور باشه. نه تنها ما سانسور که نمی کنیم چی، خود نویسنده هم در واقع باید آزاد باشه. یه عادتیه توی نوشتار ایرانی که برای دور زدن سانسور یه سری چیزها رو نمیگن. شرط اون اینه که خود سانسوری هم نباشه. نشر القصه به نوعی از اساس از یک محفل ادبی شکل گرفته، هول و هوش کارگاه داستان نویسی آقای آبکنار، شاگردا، علاقه‌مندای به ادبیات، کسایی که ادبیات براشون یک میدیوم خیلی جدی هستش و طبعاً دارن به این فکر میکنن که چطور بیان سطح مخاطب فارسی زبان رو بالا ببرن، یعنی به جای اینکه ما خودمون رو بیاریم پایین در سطح مخاطب عام، به این فکر کنیم چطور میتونیم کمک کنیم که اون مخاطب در واقع رشد کنه. چیزی که اساسی اینجا خیلی مهمه این هستش که از لحاظ فرم، از لحاظ تکنیک، از لحاظ زبان، از لحاظ تمام اون ساختارهایی که توی نوشتن اهمیت داره، اثر چقدر قدرتمنده و چقدر تونسته به هدف خودش دسترسی پیدا کنه. باید به این فکر کنیم که هر اثری که داره منتشر میشه در هر قالبی چطور میتونه کمک کنه که این مخاطب یک قدم رشد کنه، حالا از بابت‌های مختلف. زبان فارسی یه بخشیه که زبان باید حرفه‌ای و سالم باشه، حالا از لحاظ تکنیک‌های داستان پردازی که اینجا جاش نیست بخوام دونه دونه نام ببرم، ولی از تمام اون جنبه‌ها به هر حال باعث که یک اثر ادبی تر تمیز و حرفه‌ای باشه و اون استانداردها رو در واقع داشته باشه. هدف اینه که مخاطب با ما رشد کنه. اما در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از برزیلیا، پایتخت برزیل. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.